بهتران است که کلنگ بر نداریم و ستونهای خانمون خراب نکنیم و لگد به فیل پیل نزنیم. با نردبان سعی در سوار زرافه شدن نکنیم. اینها رو میگم به این دلیل که آدمی که 50-60 سال از عمرشو در خدمت زبان فارسی گذاشته، در خدمت شعر و ادبیات مدرن گذاشته، زحمت شگرفی کشیده و پرستندگان اون کسانی که امروزه به اصطلاح امامزاده های اونها رو که شپشو هم بعضیشون شدن امامزاده سایه و همسر، پرستندگان اون امامزاده ها برمیگردند به کسی که اون امامزاده ها رو معرفی کرد، دست گذاشت، ارزش ها و کاستی های اون آثار رو نشون داد و اینا، و برمیگردن و فحش و فضیحت میدن و بیهنجاری ناهنجاری میکنن و در حقیقت خودشون رو کوچک میکنن. رضا برعنی به عنوان یک شخص زنده در زبان فارسی و در نوشته هایش به ترکی که من نخوانده هم یا خواهد نوشته هایش، اون در حقیقت همون فیلی هست که بالگد آزرده نمیشه، ولی اگه ستونی رو خراب کنیم به سر خودمون سقفش به سر خودمون آوار میشه. میشه از او انتقاد کرد، انتقادهای بسیار بسیار بی ملاحظه ای هم کرد. خود اون آدم بسیار بی ملاحظه ای بوده، یعنی اون آدم با شعر تولولی جلق ها زده مثلا، یا مثلا مطلق گفته به شاعران مهمی، ولی یک کار بسیار مهم و ارجمند اون کرد، اون خواندن یا به اصطلاح خوانش شعر مدرن رو به ما آموخت. این رو من تا آخر عمرم پاس میدارم، ارج میذارم و از انتقاد به اونم پرهیز ندارم، و انتقاد به معنای له و لورده کردن و تهرینگ انداختن و خونین و مالین کردن نیست. اینو خواستم بگم که رفتار بسیار زشتی با این دوست ما داره میشه در دنیای مجازی که شیمانده و تقصیر خود برانی هم یکمی هست. همهش تقصیر خودت هم دود از کونده بلند میشه نظر. شمشیری خورده ام ناگوار، شمشیری که 1500 هرچه زور میزنم نمیتوانم بالا آورد و نه پایین. این شمشیر زهراگین همه هستیم را دو پاره کرده و زخمش همه اعصاب و گوشت و استخوان تن تاریخیم را چرکین ساخته. با خوردن این شمشیر یک سره از یاد بردم که پیش از آن چه می‌خوردم. میگویند باده و انگبین و خوراک‌های نیرو افزا. من هیچ مزه‌ای جز آهن پوسیده این شمشیر به یاد ندارم. از این روز که هرچه میگویم و هرچه میکنم زخمی است، سخن و خنده ام زخمی است، خردم زخمی است، بی خردی هم زخمی است، آنقدر زخمی هم که به هر چه و هر که نگاه می کنم زخمی می شود. آنچه این زخم را در من ژرف‌تر می کند جنبه شوم میراثی آن است. آن را به ارث بردم و به ارث می گذارم. خوشبختانه من تخم و ترکه ندارم. یه پسرم گم شده فکر کنم، یه خانمی اومد تخم گیری کرد برداشت رفت. از وز خوشتیپم. چه بسیار وقتها که مرگ را آسان تر از این زخم و این شمشیر یافتم. بارها مرگ آمد و از من ترسید، شب و روز لیترها اسید پولاد گداز می نوشم تا این شمشیر آب شود. آب می شود اما دوباره می بندد و جسیم می شود، درست مانند یخ. من به یک کوره هسته‌ای نیاز دارم، وگرنه هیچ ندارم مگر شمشیری که به من میگوید پدر من و پدر پدران من هست. کجایی پسرم؟ حق داشتی که گم شوی. منوی وحشت کامل است. خانواده کارامازوف، هومو سیپینس سیپینس یا هومو ساپینس ساپینس، تجسم محض بیخردی را میبینم که گرداگرد میز روی زمین نشسته، گرداگرد میز زمین نشسته، زل زده به خورش های خونین چندین جنگ داغ، پلو ترورهای زهر ترکان، سالات سونامی، زلوبیای زلزله، سوپ پرپرتو اورانیوم پلو
پلوتونیوم، سالاد جنون قذافی، کباب جنبش‌های شعله‌ور دودناک مردم به جان آمده، پودینگ اسهال خونی خامنه‌ای، طبقه‌های نطق بخار معده آلود احمدی نژاد، بلسکونی، سرکوزی، نتان، یاهو، چلو نفت کعبه کت خدای خبیث عربستان، خرمای زهراگین شیخکان نفتی، ماست کیسه صفرای کوین الیزابت، پنیر سوسیس مرگز فرمول‌های جدید بمب و بیم و بامبول، بیگ مک جستو اسپیچ اوباما، چاینا فود با سس گوجه شرنگی و گوشت سگهای هار پکن، حلوای جگر عراق، کله پاچه حقیقت حلال، دوغ دروغ اسلام آباد، دموکراسی کشک خاله کابل، دموکراسی کشک خاله کابل، سبزی خوردن خوردن همان مردن همان ریش و پشم طالبان، شراب و شربت و آب آلوده به اندوه خاک، نان گرسنگی واگیردار، مربای گنگنی، ترشی مالاریا، خرچنگ درونخور، ماهی گندیده از سر تا دم دریاچه ویکتوریا، میگوی فوکوشیما، اسفناج اوداسا، آینده قارچ سیاه محتمل بوشه، کیک زرد نتنز، سراب سنگین عراق، هنوز هم اشتها داری؟ داری یا نداری یا نداری گارسون‌ها، سربازها و فرماندهانی از همه رنگ و رسته با کاردها و چنگال‌ها و سرنیزه‌ها و تفنگ‌های سوپر سایزشان ایستادند دور تا دور میز تا تو را تا خرخره بخورانند و از ترس خفه کنند، بخور یا بمیر، بردار بلنبان کپه را بگذار، یک دقیقه صبر کن، این غریب و های و هوی و غرش و هوغا از کجا می آید دیگر؟ یک فاجعه ساندویچ دیگر؟ نه نه جانم، نه جانانم، این هارتوپورت بلیغ غفیر سیرک باغ وحشوار سیار از سوی نگین منظومه شمسی خانم جمهوری وحشی شرنگستان گرد شده، باد شده تا این میز شوم را در هم پیچانده بشکند، کاسه کوزه ها و خوراک های مسمومش را بریزد، بپاشد به دوزخ خوالیگران دیوس بیره موجدانش، این خروش وحشی مژده رستگاری لحظه های شاد است، لحظه های نو، روز نو، سال نو، جان نو، تن نو، هستی نو، این سرود کارناوال پرزیدنت و الهگان و پانشرنگیست های دست از امیدهای تخمی شسته دل به اقیانوس زمان زده است که می آید تا تمام انواع را در آغوش کشد، پرچم بیباکی و بیناموسی و عشق زنده حشری این مائده همدلی و همدردی را بر فراز دلهای شعلور برافرازد و دشمنان زمین را با نهیبی خفن از دور و بر توها شما براند و بانگ شادخاری و آواز همزیستی زیبا وحشیانه سر دهد، یک مش حرف مفت لاف گزاف، ولی این اینطوری وارد کتاب میشین. این بازی روی داد تا تو در این دایره گردان به روی داده این بازی بیندیشی. این هایی که من میخونم از کتاب اول این ماجرا هست، ژندخانه. جغرافیا کشی هستم من. بخندیدی دل جان؟ بخند، خوش میاد. این بازی روی داد تا تو در این دایره گردان به روی داده این بازی بیندیشی. چرا این بازی رویداد مهم نیست؟ پشت این رویداد چه نهفته است؟ باز هم مهم نیست. پس چه مهم است؟ همان که هیچ اهمیتی ندارد. بازی گشودگی بر آنچه روی میدهد، آنچه روی میدهد دریست که به روی درهای بی پایان باز می شود. کودک از ناکجا می آید، پس از چندی چنان بازی می کند که انگار بازیگری ازلی بوده، با چهره ای پر از پرسش، پرسش هایی که به زبان نمی آیند، یا اگر بیایند چنان بدیهی انگاشته می شوند که ما می خندیدیم، می خندیم. او با شوشولش ور می رود. فرشاد او بذاره شوشولشو برم من. او با شوشولش ور می رود. تو اینجا چی کار می کنی؟ این بازی روی داد تا کودک بپرسد و بزرگ شود و بازی پرسش را فراموش کند. از بازی خستگی لذت می ماند. چقدر مردگان همانند کودکانی خرسند و خستند، خرسند و خسته از بازی. باز بازیگران بزرگ می گریند. چه روی داده؟ هیچ، کودکی ناز خوابیده.
آنقدر عاشق لهجه تهرانی نیستم که به خون میگویم خان، به بیرون بیران، به شبیخون شبیخان، به کازرون کازران، به جیهون جیهان، به میمون میمان. و تا لج طایفه تهرانی های منظومه شمسی در بیاید یک چنین جمله ای به هم میبافم: در اثر خانریزی ناشی از شبیخان لهجه تهرانی به دهان روزداران، در بیران دروازه کازران جیهان جوشان به راه افتاد، به میمانهایی که از رمضان گریخته بودند شناکنان رجز میخواندند: ما موز تو دهن تهرون میکنیم. امشب دو تا از دوستای بسیار قدیمی نازنین رو دیدم، یکیشون که از قدیمترین دوستان من و از یاران جان و دل زندگی من بوده، امیرو ماهانی. امیرو پاشو یه سلامی به این پانشرنگیست های محترم بکن. رضا برانی الان تو پانشرنگیست شدی. و عباس ناظری، مسعود ناظری، منصور حکمت مرده بود. ببین یک چیزی رو من اینجا لازمه در کمال بی‌تربیتی بگم و اون اینه که آدمی اول باید هومو ارکتوس بشه، اول باید بیسته رو در رو به جهان نگاه کنه، از اون حالت چهار پا در بیاد. اون کسی که همیشه اینطوری نگاه میکنه، یعنی یا به بالا نگاه میکنه، بالا نگاه خداش این بالای اون کسی رو میخواد لیه کنه اونجای، یا به پایین نگاه میکنه و میچره، اون رعیت لیاقت کمونیست بودن نداره، لیاقت بورژوا بودن که البته نداره، لیاقت لیبرال بودن، لیاقت هر چیزی که فکرش بکنی نداره. اون اشخاصی که فکر میکنن مثلا با کمونیست شدن یعنی همه مراحل انسانیت رو پیمودن، واقعا چقدر اشتباه میکنن، یعنی چقدر تبدیل به آدمای مسخره میشن که هی مشغول بلگیری و اکسیون بازی و فلان و اینا. من 48 ساعت نخوابیدم دیشب، یک کمی خوابیدم تا هم اومدم بخوابم. این هتل اینقدر شیک بود، لوکس بود که حقیقتا من نمیتونست. من همسایه مثلا آه میکشم، اون باید لگد بزنه، با جارو از پایین آقا آه کشیدیم، گفتیم آخ نه اونا لگد میزنن. یعنی اینطوری است که توحش در من زنده میمانه، من آدم راحتی نیستم. و اون برمیگرده مینویسه توی سایتی که حسن نازنین دوست عزیز من، حسن زریعی، نسرین الماسی، آدمایی که من دوستشون دارم و دل من گواهی میده که آدمهای نیک و شریف و درستی هستند، وگرنه امکان نداشت که اونا منو در یک تله بندازن. مگه خود اونا تن به تله میدن؟ مگه خود اونا میرن آبروی خودشونو ببرن که مثلا منو دعوت کنن جایی که اسلامی ها محمود خوشتهری نازنین اونجاست، مثلا اسلام منو ببرن یه جایی که دام اسلامی ها باشه؟ اگه اونطوری باشه، اگه اینجا اسلامی باشه، خب من بعدن آبروی همه مردم رو خواهم برد. یعنی اگه من حقیقتا، یعنی منو که نمیشه توی دام، من ممکنه توی دامی بیفتم، ولی تو دامی میفتم که دانش خود ما وسوسه کرده باشه، من بر مبنای اعتماد و محبت و فلان. اگه بخوایم اینطوری مطلب خشخاش بگذاریم، خب ننه منم باید بگیریم محاکمش کنیم، دارش بزنیم. یعنی اینطوری نمیشه. اومده توی اون صفحه‌ای که برای فیسبوک من درست کردن، یکی از این آقایان، ببین این لورها کمونیست بشن خطرناکه واقعا. بختیاری ها الان خاک بهرام مریخ رو به توبره کشیدن، سفینه میفرستن این ور اون ور، سیاره جندوس من هم به زودی ممکنه پیدا کنن. ماه که قرنها پیش رفتن اونجا مثلا پرچم کاشتن، هنوز الان پرچم شده اونجا. و تو فرض کن بعد این لورا تو، یعنی بالانس بده مردم عزیز لور، ولی لور کمونیست بشه خطرناک، لگد میزنه واقعا. یعنی من از دست کمونیست های لور اعلام میکنم به شدت دلخورم، اینا هنوز هم ارکتوس نشدن. حالا چی میخواستم بگم؟ مسعود عزیز من، اینجا اسمش در میان اومد، مسعود ناظری از اون کمونیست های محترمی بود که میومد مثلا این برونور سخنرانی میکرد، از جان، یعنی از واقعا فداکاران این حزب بود. من با این حزب کمونیست پیش از اینکه حزب بشه یه مدتی فعالیت داشتم، و پس از اینکه حزب بشه فعالیت داشتم، پیش از اینکه کمونیست کارگری بشه خیلی وقت پیش ازش در رفتم، انتقاداتی داشتم فلان اینا از این حزب. یکی دو تا چیز من یاد گرفتم که یکیش این بود که نگاهم به
ناموس اسلامی نباشه و من بیناموسی از این حزب مختص شوخی میکنم یه کمی. یعنی اون وقتی که چریکای فدایی جلسه ناموسی میذاشتن حکم صادر میکردن، خب این حزب میگه آقا این مسائل مربوط به ما نیست و شما نگاه ارتجاعی غیر شهری غیر مدرنی نسبت به مسئله زن و مسئله عشق و مسئله روابط فلان دارین، ناموسی دارین. و تو ببین گفتم این یه حزبیه، یه لیدری 2000 دهان. بعدن خب این دهان‌ها ازم انشاب پیدا کردن، این دهانیه که گوش نیست، اینجا گوشی وجود نداره. من کمونیستای محترمی مثل همین تقوایی اینا رو احترام میذارم. اینا تو سخنرانی همین تقوایی بود چند روز یکی دو هفته پیش توی مونریال، باور کنین چریکای سابق، بابا تو الان پدر بزرگی، تو دیگه اون جوان باستانی نیستی. اینا اومده بودن مسخره بازی، یعنی یک دلقک بازی راه انداختن. جان من یک آدمی، یک چپی محترمی اونجا نشسته داره حرف میزنه، انتقاد حرفایی که میزدن مسخره بازیای مزرعه تخمی، بله اسمش همین که چیز میکردن. بعد اونم برگشت گفت آقا شما چپ لوناتیک هستید، اونایی که همش در حال اینطوری اکسیون بازی، اینم شد اکسیون. رو پیج شیرخانی شب شعر من اومدن نوشتن که اون زیر میرا، زیر اونجایی که منو دلشاد با هم لاس میزنیم بیناموسی میکنیم، اومده نوشته شرنگ هم پریایی شد، پدر پول و چاپچی بسوزد. خب همچه آدمی واقعا همو ارکتوس نشده هنوز، چرا سرگه همو ساپیان ساپیان، خجالت داره. یعنی واقعا شرم‌آوره. من 48 ساعت نخوابیدم. اینا فکر میکنن زبانم اینطوری هر زری زدی تموم شد رفت. یک ساعت میتونه یک انسانو چرکین کنه، زندگیشو به هم بریزه. تو فکر میکنی اول اعدام میکنن، اول میان اشغالت میکنن، اول قانون اساسیشونو مینویسن، اول دروغاشونو میگن، اول حکمو مینویسن. اگه دقت کرده باشین در زبان رو خراب میکنن و بعد هستی رو خراب میکنن، خراب میشه اتوماتیکمان. آقایان محترم بهتره در این رابطه، وقتی که چرا یه باری من همین حزب کمونیست کارگری دعوت کرد، من احترام همین رفقا رو دارم. آره منصور حکمت مرده بود، من و مسعود ناظری رفتیم، مسعود تازه جدا شده بود از این حزب. باور کن مسعود ناظری که یکی از زحمتکش‌ترین کمونیست‌های این حزب بود، اینها چنان نگاه‌های سرشار از کینه‌ای به اینا، تازه جدا شده بود، هیچ کسی جواب سلام این آدمو نداد، هیچ کسی بهش سلام نکرد. بعد شب روزخونی راه انداختن، من تنها کسی بودم ازم دعوت شد چهر بخونم. اومدن به من میگن من که دیگه اون کمونیست نبودم، چرا کمونیست باشم، من خودم پرزیدنتم. بعد اومدن به من میگن که لطفا فقط همون شعرتون رو بخونین، حرف نزنین. اکسکیوز می، اومدم من حالی بدم به شما. بعد منم رفتم شعر رو خوندم، گفتم رحمت بر شیر مادرت دمت گرم. اونا فکر کردن من بنگی هم بودم اون سالا، نشه توپ. الان 6 سال من شد. معذرت میخوام، من این حرفا رو زدم برای اینکه بگم اولا همه چیز، این تلاش ها، این کوشش ها، این ماجراها، این نوشتن ها، این فرهنگ سازی ها، همه اینها در خدمت انسانه. اگر اینها ما رو، دلهای ما رو بر این سیاره تک افتاده، تک و تنهای واقعا گمگشته که کسی ازش خبر نداره، اگه اینجا ما با این ساخته های دست انسانی همدیگه رو به هم نزدیکتر نکنیم، اینها به دو پول سیاه نمیارزه، اینها هیچ ارزشی نداره. اول هومو ساپینس ساپینس باشو، بعد کمونیست باشو، لیبرال باشو، بورژوا باشو و احترام بذار به مردم. متشکرم از شما. نطق من در این حضور کنیم. یه حضور غیابی بکنیم. ابوالوحش ددزاده، بامداد وحشی جمال، تیزبال ددندیش، نازک درنده خو، نغمه توحش پرست، تیهو توحشی، دامگیر ددنواز، گراز محمد ببراشیان، کفتر کفتاری اصل مطلق، شیراسا روباهیان، کوسه سراباشیان، نهنگ بیابان زده، کرگدنلی دریا درست، محشر دخت نیشمند، خرسندام آهووش، خروس تخماتیکیان، زمزمه زوز پیکر، غزل غولمنش، آهسته دیو دیدار، سمندر آتش بیار،
خزنده خزفروش، غزلالا ماهیتاب ستیز، خرگوش خیرتمند، فاخته افعی پناه، قمری شیشه صدا، سلطان جنگل سوز، شاهین قضایی، غراب قدری، توتی توتکار، جوجه ماکیانی فرد، لولو ممدوش، تاووس آینه مدار، اشی مشیپور، چوک جیکافرین، پلنگ دباغزاده، گافزاد توپالتلا، گرگلی نیاموز، آهو بره کارتیز گریز، شغال زوزباف، یوز پلنگ کیلومتر پاره، شطور بیکینه، موچه کوبدانه، زنبور نشدر غلاف، خوک بلند پایه، اولاغ خرد خوب، دیوان اسب ترخریشه، زرافه آزرخشبوز، خارپشت پرقوبالین، سیاهخو شیراشیان، بلورد، چین، سیادشناس، کبرا، کندو نظر، بوفالو، بوفاباز، توتی شرنگ شکن، سنجاقک، سوسمار هیبت، ابرپشه موزارت وزوز، اینا زیادن. خب هیچ که نبود، هیچ کسی حاضر نگفت.